سلام دوستان، رکو هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم در خدمتتون هستم. در این برنامه از باید بدانیم به علت استقبال شما با مجموعه عکس‌های مجلات قدیمی شماره 3 در خدمتتون هستیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما شوید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله رو بزنید. این مجموعه رو با مجله روشنفکر شروع می‌کنیم که روی جلد خودش رو در تاریخ 19 خرداد ماه سال 1339 به عکسی از فرح دیبا اختصاص داده. عکسی از آذر شیوا رو می‌بینید روی جلد مجله فیلم و هنر در اردیبهشت سال 47. آذر شیوا متولد آذر 1319 در تهران و بازیگر سینما و تلویزیون قبل از انقلاب ایران است. اولین عکس رامش بر روی جلد مجله جوانان امروز. داستان عروسک ها چیه داخل این عکس؟ ایرج و دخترش هایده، خواهر احسان خواجه امیری، مجله روشنفکر، شهریور ماه سال 1346. ایرن و پوران در حال تاپ بازی، مجله روشنفکر، 15 فروردین سال 42. گوگوش، ایرن، فریبا خاتمی و پوری بنایی رو میبینید در شماره مخصوص نوروز 1349 مجله روشنفکر به چاپ رسیده در اسفند 48. مجله فیلم و هنر در مهر ماه سال 49 عکسی از بهروز وثوقی و آفرین رو در فیلم لیلی و مجنون به چاپ رسونده. بهروز وثوقی در جستجوی همسر دلخواه خوبش است. به چاپ رسیده در مجله روشنفکر. بهزاد اشتیاقی و همسرش فرشته مهبان در سریال 5 دقیقه‌ای آقای مربوطه که هر شب بعد از اخبار پخش می‌شد. به چاپ رسیده در دی ماه سال 54 در اطلاعات هفتگی. مجله ستاره سینما در تیر ماه سال 51 عکسی از بیک ایمانوردی و مرجان رو در فیلم مرد اجاره‌ای به چاپ رسونده. عکسی زیبا از پوری بنایی در فیلم کوچه مردها سال 1349. پوری بنایی و بهروز وثوقی زوج عاشق فیلم‌های دهه 40. به چاپ رسیده در مجله جوانان امروز در خرداد ماه سال 1348. تبلیغ جالب شماره اول مجله اطلاعات جوانان در مجله اطلاعات بانوان را مشاهده می کنید. تهمینه، هنرپیشه مطرح سینما در دهه 40 و اولین همسر ایرج قادری روی جلد مجله روشنفکر اردیبهشت 1341. مجله روشنفکر در بهمن ماه سال 45 عکسی جالب از تولد 18 سالگی گوگوش رو کار کرده و نوشته گوگوش 18 ساله شد اما هنوز در جستجوی محبت است. عکسی جالب از جلوه پالیزبان در مراسم پایانی جشن دختر شایسته جهان در سال 1355. داریوش اقبالی قبل از ماجرای اسید پاشی و گذاشتن ریش در مجله اطلاعات دختران و پسران. در سال 1353 مهستی اولین آهنگ پاپ یا به قول اون زمان جاز خود به نام دوتا چشمون رو اجرا کرد. این تصمیم مهستی که تا قبل از این به خواندن ترانه های اصیل و اجراهای سنگین در برنامه گلها مشهور بود تا حدی جنجال آفرین بود. مجله تهران مصور، فروردین ماه سال 1353. رامش رو میبینید در جستجوی یک مرد ایدئال، مجله جوانان امروز سال 1347.
این عکس در مجله کاریکاتور مهر ماه سال 54 هم به مسئله ازدواج رامش پرداخته. پرتو، رامش، گوگوش و بهشته روی جلد مجله روشنفکر در تیر ماه سال 1346. مجله کاریکاتور به سریال طلاق و دست‌اندرکاران طلاق گرفته اش پرداخته. عکسی از سعید راد رو میبینید که در حال حاضر در سریال دل ایفای نقش میکند. مجله فیلم و هنر بهمن ماه سال 1351. سوسن در مجله فیلم و هنر تیر ماه سال 1350. شماره مخصوص نوروز 1339 مجله روشنفکر و ویگن 31 ساله رو مشاهده میکنید. مجله تهران مصور در بهمن ماه سال 1353 عکسی از فریدون فرخزاد و همسرش ترانه را کار کرده. فردین و ژاله سام در صحنه ای از راز درخت سنجد به چاپ رسیده در مجله فیلم و هنر دی ماه سال 1350. عکسی جالب از فردین و فروزان روی جلد مجله روشنفکر دی ماه سال 1344. مجله فیلم و هنر در سال 1349 این عکس زیبا از فریبا خاتمی رو به چاپ رسونده. کسی میدونه منظوری کی بوده که از عشق گوگوش خودکشی کرده؟ مجله روشنفکر سال 1346. عکسی جالب از گوگوش در شهریور 53 به مناسبت بازی‌های آسیایی تهران بر روی جلد مجله اطلاعات هفتگی. گوگوش و ایرج رستمی در فیلم احساس داغ به چاپ رسیده در مجله فیلم و هنر. گوگوش و عارف در خیابان پهلوی سابق و ولیعصر فعلی مجله جوانان امروز تیر ماه سال 1348. عکسی از گیتی پاشایی در آستانه ازدواج با مسعود کیمیایی رو می‌بینید. ثمره این ازدواج پولاد کیمیایی هنرپیشه فعلی کشورمون است. مجله اطلاعات دختران و پسران سال 1353. در این شماره از تهران مصور عکس‌هایی از دلکش و مرجان رو می‌بینید که در تیتر به نقل از مرجان نوشته شده چه کسی زن اول سینماست؟ من یا سه نقطه. اطلاعات هفتگی در آبان ماه سال 53 عکسی از منوچهر وثوق و حاله را به چاپ رسونده. عکسی جالب از مهستی و سحر دخترش در سال 51 و مجله اطلاعات دختران و پسران. عکسی زیبا از زنده یادان هایده و مهستی در جشن چهارشنبه سوری سال 53. عکس کمتر دیده شده از مهستی به چاپ رسیده در خرداد 46 مجله روشنفکر. این عکس زیبا از ناصر ملک مطیعی در دی ماه سال 1348 و در مجله فیلم و هنر به چاپ رسیده است. عکسی زیبا از نوشافرین در مجله اطلاعات دختران و پسران سال 55. عکسی از ویگن و آیلین رو میبینید در مجله روشنفکر مرداد ماه سال 1346 که خبر از جدایی ویگن از همسرش و قصد او برای ازدواج با یک دختر فرنگی رو میده. و در آخر عکسی در نوع خود جالب از مجله روشنفکر سال 1341 که در آن ویگن، بهمنیار و مهمانداران هما رو میبینید
با تیتر عهد ازدواج این دختر و پسر ایرانی در آسمان ها بسته شد. با تشکر فراوان از پیج فیسبوک جلد مجلات قدیمی. خب دوستان عزیز، امیدوارم که از این مجموعه لذت برده باشید. لطفاً نظر خود را در مورد این عکس ها به صورت کامنت با دیگر همراهان ما به اشتراک بگذارید.